امروز سه‌شنبه 22 مهر 1399 خورشیدی برابر است با 82 زادروز شهبانو فرای پهلوی. ایشان 82 سال پیش در چنین روزی در شهر تبریز چشم به جهان گشودند. یونیکا زادروز 82 سالگی شهبانو فرای پهلوی را شاد باش گفته و آرزو می‌کنیم که ملت بزرگ ایران به زودی طعم خوش آزادی را چشیده و در فردا روزی که چندان دور نیست چنین خجسته روزهایی را در کنار یکدیگر و با حضور تمام مردم ایران در سرزمین اهوراییمان ایران جشن بگیریم. امروز شهبانو ایران اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا زیر سایه درخت ها لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی را انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن. شعبان ایران هم امروز همین کار میکنه و فکر میکنم موضوعیست که احتیاج به توضیح من نباشه، همه اطلاع دارن. در این مدت نماینده، حالا نه فقط زن ایرانی و نماینده ایران جدید در لباس زن، اونم در لباس شهبانوی چه کارهایی را انجام داده است و خواهد بود.
کتابخونه که در اون هستم دو سه سالی بیش نیست که ساخته شده، اضافه شده به کاخ نیاوران. علاقه به خصوصی به این کتابخونه دارم، چون با یک سبک جدیدی تزیین شده و بعضی از افراد هم در این کتابخونه میپذیرم. کتاب‌هایی است که متعلق به کتابخونه خصوصی شاهنشاه بود، به اضافه کتاب‌هایی که متعلق به خود منه و بعداً جمع‌آوری کردم که راجع به تمام دنیا هست و به خصوص راجع به ایران با یک مقدار نسخه خطی که مربوط به ایران میشه. در این کتابخونه بعضی وقتا مهمانی‌های خصوصی هم داریم و شاهنشاه هم که خوششون میاد از این کتابخونه، و در اونجا من اشیای هنری که بهش به خصوص علاقه دارم، از مجسمه یا نقاشی، در اونجا نگهداری میکنم.